در خدمت جناب آقای خود من از جمعه که میشه به فکر بچه کلوات خوشگلی زدن امروز آقای مناشه امیر، اصلا چه تصویر زیبایی آدم هضم میکنه. درود بر شما جناب مناشه امیر. پوزش میطلبم، من صدای شما رو نمیشنوم. صدای من ندارن آقای مناشه امیر؟ بله الان میشنوم. بله داشتم از کلواتون از این تصویر قشنگ و اینها تعریف میکردم، چقدر زیبا، چقدر خیلی عالی. حس کردم، حس کردم، بسیار خوشحالم از دیدنتون. و عرض میکردم من از جمعه که میشه همش این دنبال این برنامه، روز دوشنبه که در خدمت شما به این سوالاتی که تو ذهن ما پیش میاد جواب بدید. دو تا حادثه مهم، چون وقت کمه بریم سریع اصل مطلب. دو تا حادثه مهم اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی علارغم نظر همه دنیا نوید افکاری رو اعدام کرد و فردا ملاقاتی در کاخ سفید صورت میگیره بین آقای ترامپ وزیر خارجه امارات و بحرین. به نظر میرسه جمهوری اسلامی یکی یکی حیات خلوتاشو داره از دست میده. این دوتا رویداد به نظر آقای مناشه امیر چگونه باید تحلیل بشه؟ بفهمید در خدمتون. بله اینا دو موضوع کاملا مجزاست، ولی شروع کنیم با نوید افکاری و تصور میکنم که تمام آنچه که باید گفته بشه داخل ایران گفته شده و اون واکنش های بین المللی رو هم همه ازش اطلاع دارن. ولی دو نکته رو میخوام بگم، و اولی که من از کشورهای دنیا انتظار دارم که به حرف بسنده نکنن. بیانیه به حد زیادی بیانیه دادن کافیه. ما از کشورهای دنیا، از ممالک اروپایی که یکی از پشتیبانان و نگاهداران حکومت اسلامی ایران هستن، توقع داریم که عمل بکنن. بس دیگه حرف زدن. چقدر اروپا به دم حکومت ایران بچسبه برای اینکه یک مزایایی رو کسب بکنه. حکومت ایران نشون داد که برجام رو زیر پا گذاشته. حکومت ایران نشون داد که به هیچ یک از موازین بین المللی پایبند نیست و یک جوانی رو اعدام میکنه و دیگران رو سرکوب میکنه. و ما از اونها میخوانیم که عمل بکنن، به اعلامیه بسنده نکنن. نخستین اقدامی که میتونن بکنن این است که حکومت ایران رو از تمام سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی بین‌المللی اخراج بکنن. چقدر اینها میآیند و به یک به میخ و به نل میزنن که با حکومت ایران کنار بیان و کاسه کوزه ها رو نشکنن. این یه نکته. نکته دوم، با دوستی در شهر لویویل در ایالات متحده صحبت میکردم و صحبت از اعدام نوید افکاری شد و اون طرف صحبت من یک خانم جوانی است که حدود 5 سال پیش از ایران آمده و گفتم که آیا از دیدگاه شما اعدام نوید افکاری که به نظر من علامت ترس رژیمه، مردم ایران رو خواهد ترسوند و اونا رو از واکنش های عملی باز خواهد داشت یا نه؟ و ایشون یک داستانی رو تعریف کرد، گفتش که من حدود 7 سال یا 8 سال پیش به دعوت تلویزیون کانال 1 در لس آنجلس، من و یک گروهی از خانوم ها رفتیم پارک لاله به نظرم. بله؟ بله پارک بله. لاله. و اونجا تظاهرات کردیم و اوباش حکومتی آمدن اونجا و با زنجیر فلزی زدن توی مغز افراد و تو پیشانیشون و خانوم ها خون از چهرهشون جاری شد، ولی اونها موندن، اونها نترسیدن، اونها به مبارزه ادامه دادن و این به عکس خونی که ریخته شد و ظلمی که انجام شد به عکس خانوم ها رو تشویق کرد که اقدامات بیشتری به عمل بیارن. و ما میبینیم در پیام هایی که از ایران میرسه خانمی
میگوید که مادر نوید افکاری نباید اشک بریزه، باید که غضبش تمام بشه و بیرون بیاد، باید این غضب رو هدایت کرد به سوی براندازی حکومت کنونی در ایران. و این نکته است که خواستم خدمتتون عرض بکنم. در مورد اون رویداد تاریخی که فردا ببخشید آقای امیر تقریبا. آقای امیر ببخشید، اجازه بدید، معذرت میخوام. مطلب مهمی رو شما مطرح فرمودید. من دیروز در برنامه اعلام کردم اون روزی که جمهوری اسلامی، چون من اینا رو بازی میدونم، این بیانیه دادن و اینا تبدیل به عکس العمل شدن در رابطه با جمهوری اسلامیه، اینا کاری از پیش نمیبره. اما بله، اون روزی که جمهوری اسلامی آمد به ورزشکارش گفت، ما حالا در رابطه شما هستید نمیگم، در مقابل ورزشکار اسرائیلی نباید حاضر بشی، اون روز باید فدراسیون‌های ورزشی به دلیل نقض اولین قانونشون که دولت‌ها حق ندارن از ورزش به عنوان یک حرکت سیاسی استفاده کنن، باز تمام این فدراسیون‌ها می‌ریختن بیرون. می‌خوام در جهت تایید فرمای شما بگم آقا واقعیت ندارد، مردم گول بیانیه و اطلاعیه رو نخورید، عمل لازمه. الان باید بگن به ایران اعلام بکنن آقا کشوری که ورزشکار کشه، من اصلا ورزشش رو به رسمیت نمیشناسم، و از این طریق ورزشکاران رو در ایران وادار به فشار علیه حکومت بکنن که نمیکنن. ببخشید میفهمیدید؟ نه کاملا، یعنی من و شما میگیم عمل بکنید، بیانیه دادن کافیه. اگر میخواید با حکومت ایران کنار بیاد، چند بار باید تو پوزتون بزنن تا به این نتیجه برسید که همکاری، همیاری، اشتراک با حکومت ایران امکان پذیر نیست. من یه نمونه دردناک دیگر رو بگم. ببینید اسنادی که از شوراباد تهران به اورشلیم آورده شد نشون میده که حکومت ایران سه جا که فعالیت اتمی در اونها جریان داشته رو به آژانس بین المللی اطلاع نداده. یکیش معلوم شد اون ترقوزآباد بود که گفتن در اونجا فعالیت های رادیواکتیو بوده. دو تا سایت دیگه مونده بود. هرچی که آژانس بین المللی نامه نوشت به حکومت ایران، اونا جواب ندادن، تا بالاخره حکومت ایران دید که وضعش در خطره و به دبیرکل سازمان گفتش بسیار خوب، ما آژانس، ما بهتون اجازه میدیم که بیای تهران. ایشون رو به بازی گرفتن و بالاخره یه دونش رو بهش اجازه دادن، گفتن برو نگاه بکن، ولی ما منتظر میشیم که ببینیم تو چه جوابی میدی، چه برداشتی داری. اون موقع در مورد دومی هم به تو اجازه میدیم یا اجازه نمیدیم. این یه مورد. و تازه امروز روز سامانه خبری تسنیم مینویسه که ما در این مورد با آژانس داریم به توافق میرسیم. یه مورد دیگه اینه که حکومت ایران میگه که ما اورانیوم رو بالاتر از اون چی که در برجام تعهد کردیم غنی میکنیم. دنیا هیچ واکنشی نشون نمیده، آژانس نشون نمیده، کشورهای اروپایی نمیزنن تو سر حکومت ایران بگن دست بردار از این کار. خب اونا جری میشن و الان اعلام میکنن که بله، سانتریفوژ های نسل جدید رو هم در فوردو نصب کردیم و اونها شروع به کار کردن در یک تعداد زیاد. اینا همش مفهومش چی هست؟ مفهوم اینه که اینها اورانیوم غنی شده رو بیش و بیشتر میکنن، سانتریفوژ های تازه تری رو برخلاف تعهدی که در برجام سپردن به کار میاندازن و خیلی زود میتونن به مرحله از غنی سازی برسن که بمب اتمی تولید بکنن و دنیا نشسته نظاره میکنه و کشورهای اروپایی حتی با پیشنهاد ایالات متحده در مورد ادامه تحریم تسلیحات یا حکومت ایران همکاری نمی کنند. اینها فریب، اینها شیادیه، اینها آب در هاون کوبیدنه و باید کشورهای اروپایی از این کار دست بردارن. ببینید من از روسیه و از چین هیچ توقعی ندارم. اونها دنبال پولن، دنبال دوشیدن این گاو شیرده هستن
و از منافع خودشون حمایت میکنن، هر جا که لازم باشه از حکومت ایران دفاع میکنن و هر جا هم که باشه حکومت ایران رو ضعیف در تو سری خود نگه میدارن که وابستگیش به اونها بیشتر بشه. ولی از اروپا ما انتظار داریم ببینیم. بله اگه اون موقع اروپایی ها سفرهای خودشون رو از ایران احضار کرده بودن این رو بر نمیگردوندن، اون سفرها رو بسیار میتونستن در تغییر روش جمهوری اسلامی مؤثر واقع بشن. و به نظر من همه این دولت ها در آنچه که در ایران و بلایی که در سر مردم ایران میاد به سهم خودشون شریک هستند و سهیم هستند. بله بریم به کاخ سفید فردا با اجازه بدید که با توجه با پیشینه تلخی که در این مورد به یادم میاد یکم ابراز تردید بکنم. ببینید وقتی که خمینی آمد و 1 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرد برای سر نویسنده کتاب آیات شیطانی، برخی از کشورهای اروپایی مثل سوئد، دانمارک، نروژ و اینها سفیران خودشون را از ایران بیرون بردن. هیچ تغییری در رفتار حکومت ایران دیده نشد و بعد از یه مدتی دیدن که خیلی فایده نداره و سفیران خودشون رو برگردوندن. ولی من حرف شما رو تصدیق میکنم که باید با تمام امکانات به مبارزه با حکومت ایران رفت، کوتاه نیامد تا لحظه ای که کمر اونها بشکنه و ناچار بشن که خواست بین المللی رو بپذیرن. بفرمایید. بله خب در جنگ جهانی دوم سازمان ملل وجود نداشت، ولی اگر سازمان ملل وجود داشت آیا نماینده دولت هیتلر باید تو سازمان ملل حضور پیدا میکرد؟ اصلا حق ابراز نظر میتونست داشته باشه؟ ببینید سازمان ملل متفق وجود داشت اون موقع، ولی به هم خورد و به نتیجه نرسید. من یه چیز دیگر رو میگم. اولا اینجا صحبت از جنگ جهانی دوم کردید، یکی از بزرگترین مسئولیت‌ها و تقصیرها رو باید به گردن دولت بریتانیا انداخت. چمبرلین رفتش و دو دستی آنچه را که هیتلر میخواست بهش هدیه کرد با این تعهد که بیایید و از جنگ دست بردارید، و هیتلر سر چمبرلین کلاه گذاشت و خودش را آماده کرد برای جنگ جهانی دوم. بله بله حتی من فکر میکنم بیشتر چمبرلین رفت و یه تضمینی برای انگلستان گرفت نه برای سایر کشورهای دنیا. ولی حالا بریم به کاخ سفید و ملاقات آقای ترامپ و وزرای خارجه دو کشور و از دست رفتن حیات خلوت جمهوری اسلامی. بله فردا واقعا یه روز تاریخی خواهد بود، روزی که دو تا همسایه نسبتا دیوار به دیوار حکومت اسلامی ایران می آیند و دست صلح اسرائیل رو می فشارند. امارات که خود شما و همگان می دونن که حیات خلوت حکومت ایران از نظر اقتصادی، بازرگانی، عملیات بانکی و پولی و کارهای دیگه محسوب میشه و اون پیشگام میشه و می آید و با اسرائیل پیمان عادی سازی روابط رو امضا میکنه. بعدش بحرین، همون جزیره‌ای که ایرانی‌ها در گذشته میگفتند که متعلق به ایران، شاه فقید آمد و صرف نظر کرد از بحرین به خاطر اینکه یک جزیره مسئله ساز و مشکل ساز بود برای ایرانیان، دور بود از خاک ایران، در شکم عربستان و امارات بود و میتونست بهانه‌ای باشه برای عملیات تخریبی علیه ایران، و یه توافقی شد که بسیار خوب ما از بحرین صرف نظر میکنیم، در مقابل جزایر توم بزرگ، توم کوچک و ابو موسا رو ما تصرف میکنیم و این کار انجام شد و تصور میکنم که اون سه جزیره از نظر استراتژیک بسیار مهمتری برای ایران تا بحرین. ولی به هر حال بحرین 60% 70% از اهالیش شیعه هستن و خیلی از اونها ریشه ایرانی دارن. این کشور شیعه میآید و با اسرائیل روابط عادی برقرار میکنه. این یک تودهنی بسیار شدید به حکومت ایرانه. چرا؟ به خاطر اینکه خمینی حتی پیش از اینکه
در ایران به قدرت برسه در کتاب کشف الاسرار، در کتاب حکومت اسلامی نوشت که ما باید اسلام رو زنده بکنیم، اسلام رو صادر بکنیم، اسلام رو به قدرت برسونیم و غیره و غیره. 41 سال از اون دوران میگذره و ما میبینیم که موقعیت حکومت ایران در جهان اسلام روز به روز ضعیفتر میشه و عقب نشینی میکنه و شکست میخوره، همونطور که در همه امور بازرگانی، روابط بین المللی، بهبود وضع مردم، حمایت از مستضعفین و غیره و غیره شکست خورد. اینها اگر سنجیدگی داشتن یادشون میومد که تا درست 1-2 ماه پیش از اینکه خمینی در ایران به قدرت برسه، عرب میگفتن اسرائیل نابود باید گردد. 2 ماه قبل از اینکه خمینی به قدرت برسه، پرزیدنت انور سادات به اورشلیم آمد، به شهر اورشلیم، در پارلمان اسرائیل گفت جنگ بس است و با اسرائیل صلح کرد. و همون موقع خمینی به قدرت رسید و در حالی که کشورهای عرب میخواستن با اسرائیل صلح بکنن، او با شعار نابود باید گردد علیه اسرائیل به میدان آمد و هنوز هم همین حرف رو میزنه. توجه بفرمایید که هیچ یک از کشورهای دنیا جز اونهایی که گروهایی که تحت حمایت حکومت ایرانن و از آبشخوار ایران تغذیه میکنن، نیامد علیه بحرین و امارات سخنی بگه. همه استقبال کردن و فقط حکومت ایران که میترسه به اقدامات اساسی دست بزنه، ولی به گروهای تروریستی تحت فرمان خودش دستور میده که تهدید بکنن، بگن ما انتقام خواهیم گرفت، ما اونها رو به خاک میشونیم و غیره و غیره. و همونطور که شما گفتید، شکست کامل حکومت اسلامی ایران و ایدئولوژیش و هدفهاش و سیاست بین المللیش و انزواش در صحنه منطقه‌ای و بین المللی. مطلبی عنوان شد که ما در طول 1 هفته همینجور عواقبش رو داشتیم. مطلبی عنوان شد در رابطه با همکاری های ایران و اسرائیل در 2 تا موضوع خاصی که صدام حسین و یکی هم جمال عبدالناصر. اظهار نظرهای مختلفی شده که آقای مدرکش کجاست، دلیلش کجاست، فلان حرفا. این پرسش منه، اما قبل از اینکه این پرسش رو مطرح کنم، یه چیزی در رابطه با آقای امیر باید بگم. بخیر فکر می‌کنم من وقتی با آقای امیر صحبت می‌کنم، مثلا آقای امیر یکی از مقامات دولت اسرائیل هستن یا مثلا هر شب با نتانیاهو شام میخورن. اولا آقای امیر کاراکترش اینجوری نیست. یک، ایشون یک روزنامه نویسه به نظر من، حالا خودشون هرچی میتونن بگن، به نظر من یک جورنالیست بسیار بسیار مستقل هستند که تاریخ اسرائیل رو خوب میشناسن، تاریخ ایران رو هم میشناسن، به مسائل جهانی هم اشراف دارن. همین و بس. انتظاراتی که از دولت اسرائیل داشته باشید با آقای امیر نمیتونید مطرح بکنید، یا از من بخواید با ایشون مطرح بکنید. خب بریم بس جواب بگیرم، مطرح کنم، اشکالی نداره. مثلا یکی از دوستان میگوید که آقا با آقای امیر صحبت کنین که در یکی از میادین اسرائیل مجسمه کوروش نصب بشه. آقا آقای امیر رئیس شورای شهر اسرائیل. این حرف بسیار خوبی است، متشکرم که مطرح کردید. البته ما رو در واسه نباید داشته باشیم. شما به عنوان یک تلویزیون حرفه‌ای و من به عنوان یک تحلیلگر حرفه‌ای باید تمام اون چیزهایی رو که مطرح میشه و ذهن افراد رو به خودش مشغول بکنه مطرح بکنیم و توضیح بخواهیم یا توضیح بدهیم. در مورد کوروش بسیار سپاسگزارم که مطرح کردید. ببینید الان حدود 40 ساله که گروهی از ایرانیان و پروفسور امنون نصر یادش به نیکی مطرح کردن و گفتن که آقا همونطور که 7 عجایب دنیا وجود داره، بیایید و یک عجایب یا عجیب 8 رو هم بهش اضافه بکنید و اون مجسمه بسیار 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 بزرگ کوروش کبیر است در بندر حیفا، یعنی جایی که
کشتی ها به سوی اسرائیل می آیند. اون موقع اسرائیل یه بندر داشت و بندر حیفا بود، الان 3 تا بندر داره. بیایید و در دهانه ورودی اونجا یک مجسمه رو به اندازه مجسمه آزادی در نیویورک یا به عجایب هفتگانه یا هشتگانه که در دنیا وجود داشت بسازید. اولا این پیشنهاد یک بودجه بسیار بسیار کلانی میخواد. اگه بگیم 100 میلیون دلار، باز کمش شد 1 میلیارد دلار و تامینش مشکله. ما با یک مشکل دیگر هم برخورد میکنیم و اون از نظر دین یهود و اسرائیل کشور یهودی هست، نصب مجسمه ممنوعه، حرامه. شما نباید به مجسمه تعظیم بکنید، باید به خداوند تعالی و تبارک تعظیم بکنید. این است که شما در هیچ یک از میدانگاه های اسرائیل در هیچ نقطه در ملأ عام مجسمه نمیبینید. بنابراین گفتن که این اندیشه بسیار پاک قابل عمل نیست، یکی به علت بودجه کلانی که میطلبه، یکی هم به علت این که از نظر قوانین یهودی این کار مناسب نیست. ولی راه کم بی خرجش رو انتخاب کردن دوستان. دوستان یهودی راه کم خرج رو انتخاب کردن، یه خیابون به نام کوروش کردن. نه، 2 تا 3 تا خیابون هست، یکی در اورشلیم، یکی در حیفاز، یکی در تل آویو. ولی آقای ژاک مافر که در ژنو اقامت داره، ایشون آمد عضو موزه میراث یهودیان در اسرائیل هم هست، ایشون پیشنهاد کرد که بیاین و یک مجسمه کوچک کوروش کبیر رو در یکی از ویترین های که به تاریخ یهودیان ایران مربوط میشه اونجا نصب بکنن و این الان در حال بررسیه و امیدواریم که بپذیرن و اجراش بکنن. ملت یهود خودش رو مدیون کوروش کبیر و مدیون ملت ایران میدونه و این واقعیت رو هرگز فراموش نخواهد کرد. سپاسگزارم. خب ضمن از اونجایی که در زمان کوروش واژه کبیر نبوده، فکر میکنم حالا بزرگ استفاده کنیم همون مفهوم برسونه، چون موقع هم عربا نیومده بودن ایران. عرضم به حضورتون که جناب امیر، بریم به سراغ صدام حسین و جمال عبدالناصر و همکاری مشترک ایران و اسرائیل و شبهاتی که در این رابطه پیش اومده بود. در خدمتتون. ببینید، در آخرین گفتگو با شما و ودیایی که پیش از آخرین که گفته شد که اسرائیل هیچ کمکی به ایران نکرده و من توضیح دادم، 2 حادثه رو توضیح دادم که این نماد کمک و همیاری و همکاری بین دو کشور هست. حالا اینها رو همه رو مطرح کردم به خاطر اینکه من هم مثل شما در برخی شبکه‌های اجتماعی و در پرسش‌ها دیدم که دروغ‌های رو یا چیزهای تحریف شده رو در مورد روابط ایران و اسرائیل و رفتار اسرائیل نسبت به ایران انتشار میدن که اینها نه تنها کمال بی‌انصافیه، بلکه میتونه نتایج بسیار بدی داشته باشه برای آینده ایران و ایرانی‌ها باید دشمنان خودشون رو بشناسن. ببینید، حکومت ایران به 2 شیوه دست میزنه، یکی تخریب شخصیت ها به خاطر اینکه هیچ کس در درون مرز و برون مرز به اونهایی که اپوزیسیون نامیده میشن اعتماد نکنن و میاین و اینها رو یکی یکی تخریب میکنن که اینها آدم های خوبی نیستن، آدم های رازگویی نیستن و غیره و غیره. به موازات اون مطالبی منتشر میکنن که هدفش تخریب امکانات همکاری بین اسرائیل و ایرانه، اسرائیلی که به علت موقعیت منطقه‌ایش میتونه یار و یاور ایران باشه. چرا امارات میآید و با اسرائیل عادی سازی روابط میکنه؟ چرا بحرین دست دوستی با اسرائیل دراز میکنه؟ چرا مصر و اردن آمدن و با اسرائیل پیمان صلح بستن؟
چرا سلطان نشین عمان احتمالاً عربستان سعودی و دیگران دست یاری اسرائیل رو می فشارن؟ به خاطر اینکه اینها همه به این نتیجه رسیدن که اسرائیل میتونه در منطقه یک کشور دوست باشه، قصد کشورگشایی نداره، هیچ جارو نمیخواد بگیره، میتونه یک پایگاه، یک تکیهگاه بسیار علمی، تکنولوژی، کشاورزی، مهندسی، پزشکی و غیره برای ملت‌های منطقه باشه. بنابراین توضیحاتی که من میدم، هدفم و امیدم این است که اگر افرادی بدون سوء نیت میآیند و مطالب نادرستی رو علیه روابط ایران و اسرائیل منتشر میکنن، بدونن که اشتباه کردن، برن خوب مطالعه بکنن و بیایند و از تحریف وقایع خودداری بکنن، به خاطر اینکه دانسته یا ندانسته اونها به حکومت ایران خدمت میکنن و به آینده ایران زیان میرسونن. من در گفتگو با شما در پاسخ به اونهایی که گفته بودن اسرائیل فقط حرف میزنه و هرگز به ایران کمک نکرده، یاد دو مورد افتادم و اونها رو مطرح کردم. یکی این که در دوران جمال عبدالناصر در منطقه میخواست خوزستان ایران رو به تسلط عرب در بیاره و حکومت شاه رو براندازه. شاه و اسرائیل دست دوستی و یاری دادن و این نقشه عبدالناصر خونسا شد. مطلب دومی که گفتم این بود که انگلیس ها آمدن و قرارداد اروندرود رو بر ایران تحمیل کردن که یک قرارداد ظالمانه بود و شاه ایران میخواست که این قرارداد تغییر پیدا بکنه، دست یاری اسرائیل رو فشرد و با هم آمدن و کردهای عراق رو تشویق به خیزش کردن، اونها علیه صدام حسین وارد نبرد شدن، صدام احساس خطر کرد و نسبت به خواسته ایران کوتاه آمد و قرارداد اروندرود به سود ایران و ملت ایران امضا شد بدون اینکه ایران خودش مستقیما وارد جنگ با عراق بشه. این دو مطلب رو گفتم و پرسیده شد که شما از کجا این حرفا رو میزنی؟ کجا نوشته شده؟ الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید، مسئله ایران و اسرائیل در رابطه با کردها و صدام حسین، آقای الیعزر گیزی یکی از افرادی بود که مستقیما به کردستان عراق فرستاده شد که این ماموریت رو انجام بده، ایشون کتابی نوشته به اسم شیطان بزرگ شیطان کوچک، ترجمه شده به فارسی و کتاب ترجمه شده به فارسی در اختیار هست، بروند و بخوانند و ببینند که این موضوع به در اونجا مطرح شده. آقای مئیر اسری زندنا کتاب زندگی نامه خودش رو نوشته و در اونجا هم این جریان به تفصیل بیان شده که چگونه شاه ایران از اسرائیل تقاضا کرد، اسرائیل ماموراشون رو فرستادن، رفتن کردستان، کردها رو تعلیم دادن و غیره و غیره، و ایران بدون اینکه وارد جنگ بشه به هدف خودش رسید. این دو منبع. منبع سوم کتابی است که آقای نیمرودی، یعقوب نیمرودی که در اون دوران وابسته نظامی اسرائیل در ایران بود، ایشون هم تو کتاب مفصل زندگی نامه خودش این جریان رو به تفصیل بیان کرده. بعد من یه تحلیلگرم، یه روزنامه نگارم، مسلماً با افراد تماس دارم، با افراد مصاحبه میکنم، ازشون پرسش هایی میکنم. آقای الیعزر سفریر و یک سرهنگ ارتش اسرائیل به نام سگی، اینها برای خود من به تفصیل اینها رو بیان کردن. حالا نه فقط برای من، شنیدم که اونها گفتن که از طرف تلویزیون ایران اینترنشنال باشون مصاحبه کردن و این مصاحبه نمیدونم دیروز پریروزا پخش شده و اگرم پخش نشده فردا پس فردا پخش میشه. بنابراین این حرف ها مستدل، کتاباش هست
به علاوه گوگل بکنید، به زبان انگلیسی گوگل بکنید و ببینید که چقدر مطلب در این مورد هست. بفرمایید. بله. خب آقای منوشمیر، در ایران خیلی حکومت امید بسته به اینی که در انتخابات پیش روی آمریکا آقای ترامپ رای نیاره و آقای جو بایدن به کاخ سفید بره. به نظر شما اگر احتمالاً این اتفاق بیفته، تغییر عمده‌ای در سیاست‌های آمریکا نسبت به ایران میتونه به وجود بیاد، به وجود میاد یا خیر؟ ببخشید من یکی دو نکته دیگه یادم اومد در رابطه با این قضیه که بحث کردیم، و یکی از ایرادها و ادعاها و اتهاماتی که به اسرائیل زده میشه و نتیجهش ایجاد بی‌اعتمادی ملت ایران نسبت به اسرائیل هست، این است که ادعا کردن که در اون دوران اسرائیل میخواست که ایران رو وارد جنگ با عراق بکنه که بیاید صدام که بزرگترین دشمن اسرائیل بود تضعیف بشه و ایران تاوانش رو بپردازه، و این درست برعکس اون چیزیست که من گفتم. یعنی شاه ایران میخواست به یک هدفی برسه و اون هدف رو با اسرائیل در میان گذاشت و راهی یافتن که بدون اینکه اسرائیل ایران به طور مستقیم وارد جنگ عراق بشه، خود کردها رو تحریک کردن که چیز بشه که اونها علیه صدام اقدام بکنن. حالا یه نفر دیگه هم میاد و ادعا میکنه، میگوید که شما دروغ میگید، اگر ایران میخواست که کردها رو تشویق بکنه که خیزش بکنن، خب چه لزومی به کمک اسرائیل بود؟ ایران به عنوان بزرگترین ارتش قدرتمند در منطقه، بله ایران میتونست که یه مقداری سلاحهای خیلی جدید رو در اختیار کردها قرار بده، ولی اونها طرز به کار بردن این سلاح ها رو نمیدونستن. ایران و شاه نمیخواستن به طور مستقیم با صدام حسین رو یارو بشن و بین دو کشور جنگ بشه، بنابراین از اسرائیل یاری خواستن و اسرائیل آمد و کارشناسان خودش رو فرستاد که اونها اولا به کردها یاد دادن که این سلاحهایی رو که از ایران گرفته شده چگونه باید به کار برد، ثانیاً اسرائیل فوق العاده عراق و ارتش عراق و شیوه جنگ با ارتش عراق رو میدونه و این آگاهی های خودش رو به کردها منتقل کرد. یعنی اسلحه نوین ایران و تجربیات و آموزش اسرائیلی بود که تونست ایران رو به این هدف برسونه و ایران پیروز بشه. برمیگردم به پرسش شما و مسئله عرض کردم که من هیچ گونه دخالتی در انتخابات ایالات متحده نمی کنم و به هیچ کس هم توصیه و سفارش نمی کنم که به این رأی بده و به اون رأی نده، ولی با استناد به آنچه که دو رقیب انتخاباتی بیان کردن و میکنن، مسلمه که اگر آقای بایدن پیروز بشه و قدرت رو به دست بگیره، ایشون یک تغییرات بسیار اساسی در سیاست خارجی ایالات متحده در مورد ایران و دیگر کشورها خواهد داد. فراموش نکنیم که آقای جو بایدن معاون ریاست جمهوری در دوران باراک اوباما بود و به احتمال زیاد خواهد کوشید که به همون سیاست ها ادامه بده، و خود ملت ایران هستن که باید قضاوت بکنن که تا چه حد سیاست های پرزیدنت اوباما مفید بود، مؤثر بود و باعث رسیدن یا شتاب بخشیدن به تلاش ملت ایران برای رسیدن به آرمان های ملی و پایان بخشیدن به سرکوب از جانب حکومت بود. این رو ملت ایران باید تشخیص بده. ما در ظرف حدود 4 سال ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ میبینیم که ایشون یک سیاست قاطعانه رو علیه حکومت ایران به کار برد. میبینیم که آمدن از برجام خارج شدن، حکومت ایران رو مورد تحریم تسلیحاتی قرار دادن و این تحریم تسلیحاتی باعث
کاهش فتنه‌گری های حکومت ایران در منطقه شد، رژیم رو در آستانه ورشکستگی قرار داده و کشانده، و این یک کمک بزرگ به ملت ایران است که روزی که بخواهد خیزش بکنه و زمان رو مناسب بدونه برای رسیدن به این هدف، این نیروی تضعیف شده یه حکومت ایران توسط پرزیدنت ترامپ میتونه برای ملت ایران یک دلگرمی و یک یاری باشه. اینها چیزهاییست که به طور کلی من میتونم بیان بکنم. تکرار میکنم، نمیخوام در انتخابات ایالات متحده کوچکترین دخالتی داشته باشم، نمیخوام که به هیچ کس بگم که به کی رای بده به کی رای نده. حکومت ایران هم الان در انتظار 2 ماه دیگه ببینه که بالاخره چه خواهد شد. رژیم کجدار و مریض رفتار میکنه و منتظر است که اگر آقای بایدن بیاد، منتظر یک تغییر اساسی در سیاست ایالات متحده در قبال حکومت ایران باشه. خیلی جالبه جناب امیر، این موضوعی که فرمودید شما 2 هفته پیش صحبت کردیم راجع به نقش اسرائیل در مسئله جمال عبدالناصر و صدام حسین خیلی توجهات عجیب و غریبی رو برانگیخته. از جمله فرمودید که موضوعی بوده که مورد بحث تلویزیون ایران اینترنشنال شده با مهمانانش، و من میبینم که یک هجوم اگر مایید با آقای الیزر صفریر و ژنرال سگی مصاحبه بکنید، من شماره تلفن هاشون رو در اختیارتون میذارم که مفصل تعریف بکنن جریانی که در کردستان عراق گذشت، اسلحه ایران و تجربه نظامی اسرائیل چطور با هم ادغام شد و توانست که ایران رو بدون جنگ، بدون خونریزی به یک هدف بزرگ ملی خودش برسونه. بله حتما آقای آرش، حتما پیگیری کنید با آقای مناشمی که این اتفاق بیفته. یه نکته ایرم که فکر میکنم حتما باید بهش توجه بکنیم، کمک اسرائیل به ارتش ایران، به نظامیان ایران در جنگ با عراق بود. فارغ از این که ما از جمهوری اسلامی دل خوشی داریم یا نداریم، اما اگر 1 متر از خاک ما تو اون جنگ از دست میرفت، قطعا الان هیچ کدوممون حالمون خوب نبود. پس این که اگر در اون شرایط هم اسرائیل پولش هم گرفته نوش و جونش به هر حال، ولی اگر کمک نظامی شده که ما بتونیم خرمشهر رو پس بگیریم، نذاریم عراق بیاد در داخل خاک ایران، به این کمک هم باید، این دیگه خیلی مستند، همه هم میدونن، خود جمهوری اسلامی هم اعتراف کرده، توی کتاب پول خون هم ظاهرا نوشته شده. درست عرض میکنم آقای مشمی؟ داستان کتاب پول خون داستان جای لگانه، یه روزی اگر فرصت شد و مطرح کردید به اون هم میپردازیم. ولی نه، من حالا کلیات چون نمیگم، ولی به این نکته خاص، این نکته چون واقعیت داشت، من حالا کل کتاب میدونم خیلی داستان پردازی شده. بله کاملا ولی این عللش میتونیم با هم بعد نه سمارد. یه ذبیح الله منصوری اگرتون باشه تو ایران مترجم بود، خدا رحمتش بکنیم، ایشون خیلی هم پرکار بود، خیلی پرکار بود. یه کتاب 40 صفحه‌ای که بهش میدادی فرانسه، این برات یک رمان 500 صفحه‌ای ترجمه میکرد. و باور کنید الکساندر دوما خیلی به این بدهکار بود بیچاره، این آقای چیز. حالا داستان پول خون هم همینه، یه جزو 2-3 صفحه‌ای بوده، تبدیل شده به یک مجموعه که خب بعضیاش خیلی درست برعکس. این کتاب رو یکی از شخصیت های دانشگاه دیده ایرانی در واشنگتن ترجمه کرد، خدا بیامرزتش، اسمش الان یادم نیست. نه ترجمه شو عرض نکردم، خود کتاب رو دارم میگم. خود کتاب حالا گفتید، فقط در یه جمله بگم، این صحبت از یک کارمند یا عامل موساد بوده که مرتکب تخلفاتی شده، از موساد بیرونش کردن، بعد رفت آمریکا، در اونجا نمیدونم به چه علت زندانی شد، و چون موساد اسرائیل و کشور اسرائیل به کمکش نیومدن خشمگین شد، رفت کانادا و اون کتاب رو نوشت، که حالا چقدرش راست باشه چقدرش دروغ باشه
به آسونی میشه حد زد. بفرمایید. بله میگم رویا پردازی شده خیلی. خب آقای منوشمی یه سوالی حالا بازم دوستان هی دارن مطرح میکنن، شما یه دفعه تلویحی جواب دادید، حالا چون فرصت داریم این سوال یک بار دیگه، من واقعا ما نمیفهمیم این جمهوری اسلامی دردش با اسرائیل چیه؟ آیا دنبال یک دشمن فرضی میگرده؟ آخه این که خیلی از دیگران بیشتر لطمه دیده تو از اسرائیل، اسرائیل که کاری این... بله بفهمیم. یه نفر نوشته بود که تمام این نبردی که حکومت ایران ظاهراً علیه اسرائیل به راه انداخته این یه جنگ زرگریه، دوتاشون در خفا با هم همکاری میکنن، دوستی الان نوشتن اینو. این یه نمونه دیگری از دروغ پردازی هاییست که در مردم ایران ایجاد تردید بکنه و کشوری رو که پتانسیل داره که دوست بسیار نزدیک ایرانیان باشه بی اعتبار بکنه. ببینید پرسیدید که چرا حکومت ایران با اسرائیل دشمنی داره. ببینید این دشمنی بسیار ریشه داره. فقط یادآوری بکنم که روح الله خمینی در کتاب توضیح المسائل و در کتاب‌های دیگرش مثل کشف الاسرار آمد 60 سال پیش از اون که به قدرت برسه آمد و گفتش که یهودی‌ها افرادی مرموز، دروغگو، شیاد و ناقلا هستن که باید به مصافشون برخواست. یعنی پرسید علل یک، اون ستیز خویی و یهودی ستیزی که در خون همه این افرادی که تحت تاثیر تعلیمات شیعه قرار گرفتن وجود داره و شوربختانه بعضی از سکولارهای ایرانی هم هنوز یهود ستیزی میکنن، فقط به این علت که در یک خانواده مذهبی بزرگ شدن و اون خوی یهود ستیزی خواسته یا نخواسته، دانسته یا ندانسته به وجود اونها رخنه کرده. تردید نیست، اول تنفری که خمینی به علت عقاید مذهبی خودش علیه یهودیان داشت، دوم آرزوی خمینی این بود که یک حکومت اسلامی در دنیا به وجود بیاره. باز ارجاع میدم به کتاب حکومت اسلامی و کشف الاسرار که در اونجا می نویسد که اسلام تا کنون خمار بوده و منفعل بوده، الان روزیست که اسلام رو باید بیدار کرد که اسلام بتونه رهبری دنیا رو به دست بگیره. و آرزوی خمینی و حکومت ایران این بود که بیایند و یک حکومت اسلامی به رهبری شیعیان در جهان اسلام برپا بشه و بعد آرزوی بعدیشون هم این بود که بر سراسر دنیا مسلط بشن. من خیال پردازی نمی کنم، این حرف رو احمدی نژاد زد، این حرف رو علی خامنه‌ای زد، این حرف رو خمینی بارها زده بود که آرزوی اینها این است که روزی اسلام در سراسر، اسلام نسخه شیعه اونطور که اینها توضیح میدن، بر سراسر دنیا مسلط بشه. بنابراین وقتی که اسرائیل در سرزمینی که مسجد الاقصی در اونجا قرار داره اسرائیل موجودیت داره، اسرائیل حاکمیت داره، اسرائیل سیادت داره، این خاریست در چشم اینها و مانعیست در راه برقراری حکومت اسلامی. بنابراین اسرائیل رو باید برانداخت تا تمام سرزمین های عربی و اسلامی آماده بشه برای حکومت اسلامی جهانی به رهبری حکومت ایران. اینها دلایل ایدئولوژیک و دینی قضیه است که چرا ستیز و کینه حکومت ایران و خمینی و خامنه‌ای و دیگران ریشه دار عمیق و ظاهری نیست و جنگ زرگری نیست. اینها همش ایدئولوژی و باورهای مذهبی. بریم روی هدف استراتژیک که همان نابودی اسرائیل است و بعد الان برسیم به هدفهای تاکتیکی. چطوری میشه به این هدف رسید؟ چطوری
میشه اسرائیل رو نابود کرد. اینها برای عملی ساختن این آرزو و خیال خام خودشون میآیند و در سال 1982 حزب الله رو در لبنان برپا میکنند. این رو شاید به یه بحث دیگری بذاریم. شرایط بسیار مساعد بود در لبنان در اون تاریخ و حکومت ایران از این امتیاز گرفت و اومد حزب الله رو برپا کرد که از حزب الله و جنوب لبنان پایگاهی بشه برای دست اندازی حکومت ایران علیه اسرائیل. در سالهای اخیر میبینیم که حکومت ایران آمد جهاد اسلامی آزادی فلسطین رو برای نابودی اسرائیل برپا کرد و برای رقابت با حماس که حماس ریشه اخوان المسلمین داره و مال اهل تسننه، آمد یه چیزی رو در برابر اون برپا کرد به اسم جهاد اسلامی آزادی فلسطین که بعدم الان با هر دوشون همکاری میکنه، پول و اسلحه بهشون میده که بیایید اسرائیل رو نابود بکنید. بنابراین اینا شوخی نیست، این جنگ زرگری نیست و این چیز نیست. بعد از موقعی که آمدن و وارد خاک سوریه شدن، هدف عمدهشون و شاید تنها هدفشون ایجاد یک پایگاه نظامی بسیار قدرتمند در سوریه هست، به خاطر اینکه همانند حزب الله در جنوب لبنان خاک سوریه و بلندی های گولان رو هم به پایگاه دست اندازی علیه اسرائیل مبدل کنند. بنابراین شوخی نیست. بعد آقای خامنه‌ای میآید و میگوید که همان گونه که ما اسلحه رسوندیم به نوار غزه که اسرائیل رو به موشک میبنده، همین موشک ها رو باید در اختیار کرانه باختری رود اردن هم قرار بدیم که از اونجا هم بیاین و اسرائیل رو حمله بکنن و اسرائیل رو خفه بکنن. شوخی نیست، جنگ زرگری نیست. حزب الله در شمال مرزهای شمالی اسرائیل، سوریه در مرزهای شمال شرق اسرائیل، حماس و جهاد اسلامی در این طرف و با اینها میخواهند که اسرائیل رو نابود کنند. یه علت تاکتیکی و استراتژیک دیگر رو هم خدمتتون عرض بکنم و اون این است که حکومت ایران میآید و میگوید که حضرت محمد رسول الله علی رو به عنوان جانشین و جایگزین خودش انتخاب کرد. اهل تسنن این رو رد میکنن. بنابراین شیعیان بر این باورند که حکومت و خلافت از دست شیعیان به ناحق گرفته شد و اهل تسنن بر اون مسلط شدند و این رو باید الان جبران کرد. حالا چطوری میشه به این هدف رسید؟ چطوری میتونه حکومت شیعه ایران بیاید و بگوید که رهبری جهان اسلام به ما میرسه؟ چطور ممکنه 90% از مسلمانان جهان غیر شیعه هستند، فقط 10% شیعه هستند؟ چطور این 10% میتونن خودشون رو رهبر جهان اسلام بدونن؟ و اینجا حکومت ایران به یک سلاح تاکتیکی روی میآوره و اون حمایت از فلسطینی ها و از ترور فلسطینی است و با این ادعا که حقوق مسلم مظلومان فلسطینی پایمال شده، ما در خط مقدم علیه حکومت اشغالگر صهیونیستی قدس می جنگیم و نابودش میکنیم و فلسطینی ها رو به حق خودشون میرسونیم. بنابراین رهبری جهان اسلام مال ماست. ای عرب بی بخار، شما دارید میرید با اسرائیل صلح بکنید، با عادی سازی بکنید، ما هستیم که حاضریم خون بدیم، از اسلام دفاع بکنیم، از فلسطینی ها دفاع بکنیم، بنابراین ما باید رهبر جهان اسلام بشیم. اینا همش ریشه های این مخالفت و ضدیتی است که حکومت ایران علیه اسرائیل بیان میکنه. جنگ زرگری نیست، واقعیت داره و در هر لحظه این دیده میشه. تا به حال بسیاری از خون اسرائیلیان ریخته شده، شمار زیادی از فلسطینیان کشته شدن و از برقراری صلح جلوگیری شده، از تامین رفاه مردمان جلوگیری شده، پول ملت ایران به هدر رفته. همه اینها به خاطر
هدف ایدئولوژیک، دینی، استراتژیک و تاکتیکی حکومت ایران که بتونه به مقام رهبری جهان اسلام برسه. بنابراین من به دوستان ممنونم از شما، ایرانیان اهل واقعیت ها، به اونهایی که ادعا میکنن که ما تاریخ رو خوب میدونیم، به اونهایی که انگ میبندن به اسرائیل، به اونهایی که ایجاد تردید میکنن نسبت به صداقت اسرائیل و ملت اسرائیل نسبت به ملت ایران، برن اینها رو بخونن و به این نتیجه برسن که اسرائیل دوست ایرانه، اسرائیل هیچ دشمنی با ملت ایران، کشور ایران و منافع ملی ایران نداره و نخواهد داشت. خیلی سپاسگزارم جناب شمیر، خیلی ممنونم، وقتمون به پایان رسید. بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم، به آقای شمیر